خیلی مرد معتبره، خیلی. ایشون عمق اندیشش خیلی بالا بود، خب نظیر من نمیتونم برای عمق اندیشهشون پیدا کنم. گاهی از مدرسه حجتیه همینجور ازش میپرسیدن تا میرفت در منزلشون. یه روحانی بود در جای خودش، اما در عمق اندیشه فلسفیش دیگه فراتر بود از همه. همین گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. نویسنده محمد حسین طباطبایی به سال 1281 شمسی در میان یک خانواده عالم به وجود آمدند. این مرحوم از خاندان علم و عمل، آبا و نیاکان این نوعاً از اجلای روحانیت و از سادات محترم طباطبایی و همشون مروج شعر بودند. جد اعلی اینها مرحوم میر عبدالوهاب از علمای بزرگ ایران بوده که در سلطه عثمانی ها در استانبول به دست همون شاهان عثمانی کشته شده. قبرش هم الان در دلمه باغچه که یکی از مناظر طبیعی اونجاست و محل نزدگاه اونهاست، در اونجا هست، مورد توجه و مورد کرامات است. نویسنده محمد حسین طباطبایی به سال 1281 شمسی در میان یک خانواده عالم به وجود آمدم. مرحوم حاجی محمد آقا پدر علامه طباطبایی روحانی بوده و مرد فاضلی بوده. خانمشون اون رباب خانم هم از خانواده یحیوی بوده که اونها بعضیاشون بازاری بودند، بعضیاشون کارمند. زندگی ایشون بدون بیت المال از محل مساعی زراعیشون تأمین می شده. زراعت ایشون در حومه تبریز در روستای شادآباد قرار داشته که تعداد زیادی باغ و مزرعه و قنات و غیره بوده. حاجی محمد آقا صورت حسابای مالیش پیش بنده است. مثلا یک صفحه اقلام زیادی خرید خونه توش نوشته شده، پایینش جمع بستن 2 قران و 4 شاهی. این مثلا یک صفحه خریدشون 2 قران شده. آدم سفره‌دار و مهمانداری بوده. عده‌ای از فقرا رو سالیانه خرج میداده،
خیلی آدم بستیت داشته. بله، فرزند ایشون محمد حسین به وجود میاد. بسم الله خیر الاسما. تولد نورچشمی میرزا محمد حسین حفظه الله تعالی و بوس عفی رزقه و طول عمره در شب سه‌شنبه 4:03 تمام به ساعت غروبی از شب مزبور گذشته و کانت لیلت التاسعه و العشرون من شهر حجه الحرام سنه 21 و 200 بعد عرف من الهجره النبویه سال 1321. از این قضیه قریب 5 سال میگذره، فرزند دیگه ای به وجود میاد به نام محمد حسن. کمی بعد از تولد محمد حسن مادرشون به دلایل عفونی و غیره از دنیا میره. و خونه اینا یک نوکر و یک کلفت بوده به نام قلی و سلطنت. این قلی و سلطنت از بچه ها پذیرایی می کردند و زندگی می گذشت. 5 سال بعد از تولد محمد حسن پدر اینها از دنیا می رود. در سن 5 سالگی مادر و در سن 9 سالگی پدر را از دست دادند و به مناسبت این که کم و بیش مایه معاش داشتیم، سرپرست ما وصی پدر، وضع زندگی ما من و برادر کوچکتر از خودم به هم نزد و تحت مراقبت و پرستاری یک نفر خادم و این دو تا بچه سر بچه تحت پذیرایی این نوکر و کلفت وزیر سرپرستی آقای حاج میرزا باقر قاضی که مجتهد شهر بوده اداره میشه. کمی پس از درگذشت پدر به مکتب و پس از چندی به مدرسه فرستاده شدیم. و دیگر به زور و بازو نان خوردیم. باری این توانگر گفت: درویش را که چرا خدمت نکنی؟ تا از مشقت کار کردن برهی. گفت: تو چرا کار نکنی؟ تا از مذلت خدمت رهایی. محله اینطوری بوده که در شهر تبریز در اون تاریخ خیابانی جز خیابان مسجد کبود وجود نداشته. به همین جهت مطلقاً اون خیابان رو نمیگفتن خیابان مسجد کبود، اصطلاحاً میگفتن خیابان، چون منحصراً یه دونه خیابون بوده و جای مدرن شهر بوده، جای مثلا متجددین و غیره بوده، بهش میگفتن خیابان. تا همین اواخر هم که ما از نجف برگشته بودیم اونجا رو میگفتن خیابان. شنیدم که در تبریز قبل از سایر شهرهای ایران مدارس کلاسی باب شده بوده و این رسم رو در تبریز از فرانسه یاد گرفته بودن. و هر حال کلاسی که دایر میشه اینا رو میذارن مدرسه. در یه سمیناری که دانشگاه تبریز گرفته بود، شهریار شاعر معروف تبریز هم حضور داشت. اونجا ایشون میگفتش که
اولا تجسس کرد، منو پیدا کرد و بغل کرد و گریه کرد و غیره. بعد به من گفتش که من هم کلاس پدرت بودم، هم درس بودیم با هم. او خیلی گریه کرد و منو هم منقلب کرد. عرض کنم که در اون مدرسه اینها دو تا برادر درس میخوندن تا شش کلاس رو تمام میکنن میرن کلاس هفتم. در کلاس هفتم در اون زمان زبان خارجه فرانسوی بوده، اینا هم شروع میکنن به خوندن. الان دفترچه مشق فرانسوی پدرم پیش بنده است. در همون کلاس هفتم اینها رو همون آقای قاضی از مدرسه میگیره و میذاردشون به مدرسه طالبیه برای خوندن دروس حوزوی. سال 1297 وارد رشته های علوم دینیه و عربیه شدم و تا سال 1304 به قرائت متون سرگرم بودم. در ظرف همین 7 سال در علم صرف، کتاب امثله و صرف میر و تصریف و در نحو کتاب عوامل و انموذج و صمدیه و سیوطی و جامی و مغنی و در بیان کتاب مطول و در فقه کتاب شرح لمعه و مکاسب و در اصول کتاب معالم و قوانین و رسائل و کفایه و در منطق کبرا و حاشیه و شرح شمسیه و در فلسفه کتاب شرح اشارات و در کلام کتاب کشف المراد را خواندم و به همین ترتیب دروس متن در غیر فلسفه و عرفان خاتمه یافت. همون وقت بود که مرحوم علامه طباطبایی تعریف میکردند که من علاقه‌ای به تحصیل نداشتم و هم حال تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و از این روی هر چه میخواندم نمیفهمیدم و 4 سال به همین منوال گذرانیدم. یه روز استادم به من گفت اگر نمیخوایی درس بخونی به من بگو برم پی کارم. این حرف برای علامه طباطبایی خیلی گران بوده، ناراحت میشن از این حرف. میگفتند که رفتم یه جای خلوتی 2 رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا تکلیف منو یک سره کن، اگر میخوام درس بخونم علاقه و شوقی داشته باشم، در غیر اون صورت برم پی کارم. پس از آن یک باره عنایت خدایی دامنگیرم شد، عوضم کرد و در خود یک نوع شیفتگی و بیتابی نسبت به تحصیل کمال حس نمودم، به طوری که از همان روز تا پایان ایام تحصیل که تقریبا 17 سال طول کشید هرگز نسبت به تعلیم و تفکر درک خستگی و دلسردی نکردم. زشت و زیبای جهان را فراموش نموده و تلخ و شیرین حوادث را برابر میپنداشتم. و شروع میکنن با سرعت زیادی درس ها رو میخونن، به طوری که تمام دروس سطح رو
در مدت 7-8 سال تمام میکنند. بساط معاشرت غیر اهل علم را به کلی برچیدم و در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به حداقل ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه میپرداختم. بسیار میشد به ویژه در بهار و تابستان که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه میگذرانیدم و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه میکردم و اگر اشکال پیش میآمد با هر خودکشی بود حل مینمودم و وقتی به درس حضور میافتم از آنچه استاد میگفت قبلا روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نبود. هر کس بر حسب حال خود در زندگانیش خوشی و تلخی و زشت و زیباهای دیده و خاطره هایی دارد. من نیز به نوبه خود و خاصه از این نظر که بیشتر دوری زندگانی خود را با یتیمی یا غربت یا مفارقت دوستان یا انقطاع وسایل و تهیدستی و گرفتاری های دیگر گذرانیدم، در مسیر زندگی با فراز و نشیب‌های گوناگون روبرو شده در محیط‌های رنگارنگ قرار گرفتم، ولی پیوسته حس می‌کردم که دست ناپیدایی مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات می‌دهد و جاذبه مرموزی از میان هزارها مانع مرا بیرون می‌کشد و به سوی مقصد هدایت می‌کند. من اگر خارم و اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم. در راه عشق به مقامی رسیدم که مپرس ما بدین در نفی حشمت و جا آمدیم، از بد حادثه جا به پناه رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه را مدیم. سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهشت به طلبکاری این مهدی آمدیم. آبرو می رود عبرت. ایشون 19 ساله بوده که برای ایشون زن میگیرن، همون آقای قاضی اقدام میکنه برای ایشون زن میگیره. زنی که برایشون میگیرن از خیشان خودشون بوده، از فامیل طباطبایی بوده که تا آخر عمر با هم بودن. در سال 1304 دروس سطح حوزوی رو این دو برادر تمام میکنن و ناگزیر میشن برای ادامه تحصیل برن نجف. اینها رو یعنی علامه طباطبایی و برادر ایشون و عیالشون و یک پسر بچه که یک ساله داشتن
اعزام میکنن به نجف. علی علیه السلام اقیانوس زلال و بی پایان الوهیت است و بر این کرانه تشنکامی بسنده نیست، باید غریق این بحر بیکرانه شد. این سید تبریزی را عشق دردانه بود و دل به دریا افکند. سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود عازم نجف گردیدم و به مجلس درس مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی حاضر شده یک دوره خارج اصول که تقریبا 6 سال طول کشید و 4 سال نیز خارج فقه معظم الله را درک نمودم و همچنین 8 سال در خارج فقه مرحوم آیت الله نائینی و یک دوره خارج اصول معظم الله حضور یافتم و کمی نیز به خارج فقه مرحوم آیت الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی رفتم. کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم آیت الله حجت کوچمری خواندم. و در فلسفه نیز به درس حکیم و فیلسوف معروف وقت مرحوم آقا سید حسین بادکوبه‌ای موفق شدم. در ظرف 6 سال که پیش معظم الله تلمذ شروع کردم در فلسفه، مرحوم آقا سید حسین بادکوبه‌ای که از اجلای فلاسفه قرون اخیر بود، مردی بود زاهد، عابد و گوشه‌نشین، در مدرسه بادکوبه‌ای‌های نجف تدریس میکرد. ایشون ملازم او شدند. فلسفه را از شرح اشارات، اسفار و از شرح هدایه اسیری، شرح هدایه فرزند بر این که ابن مقله، غیر از اینها همه را اونجا تحصیل به حضر بگیریم که ما میخواییم رضایت خدا را به دست بیاریم. اون چه که مرضی خداست بتوانیم تحقیل کنیم بسیار هدف عالیست. ایشون استعداد عقلانیت داشته. فرق نمی کنه هر جوانی وقتی در درونش این کشش باشه، به حسب تصادف، البته کنجکاوی خودش هم هست، تصادف محض هم نیست، کنجکاوه. یه آدمی که حساسه، یه آدمی که عقلانی فکر کنه کنجکاوه. یه استادی پیدا میشه در مسیرش قرار میگیره به نام بادکوبه‌ای. اون فیلسوف بوده و من ندیدم که بادکوبه‌ای رو، آثار بادکوبه‌ای رو هم نخوندم، ولی حدسم اینه که هرگز به پایه‌های طباطبایی نمیرسه، چه بسا شاگردی که از استاد بالاتر باشه. ولی همین که یه اسفاری پیششون میخونه و مدخل رو پیدا میکنه، وارد بحث معقولات میشه، به عالم عقل و فلسفه وارد میشه، اون دیگه خودش میتونه اون دریا موج بزنه، اون درونش به جوشش در میاد. خب حالا در سر راهشون سید حسین بادکوبه‌ای قرار میگیره و مدتی معقول پیش بادکوبه‌ای میخونه، ولی همون خوندن او رو مسخر میکنه، مسحور میکنه. یعنی که فقهشو خونده، اصولشو خونده، همه ادبیات های طباطبایی که هم نظیر بود، ادبیات عربش، همه اینا خوب بود، ولی اون گمشده خودشو در عقلیات و در معقول پیدا میکنه. بعد یک کشش خودشه و کوشش خودشه، خودش تفکر میکنه. اون یه مدخل ورود بوده و خیلی از این قبیل زیاد بوده که در یه محیطی که خیلی مناسبم نبوده، یه آدم که استعداد داشته فقط اون مدخل که پیدا شده رفته تا آخر. مثلا در زمان فرض کنیم حاج ملا صدرا، خب حوزه میر داماد که یکی از شاگرداش ملا صدراست، اشخاص زیادی شرکت میکردن در اصفهان، در حوزه اصفهان بسیار. اون وقت هم شاید ممانعت عقلی کمتر بود، گرچه هم وقت هم بود.
خب یه نفر ملا صدر در میاد، خیلی قرین داشته، خیلی رفیق داشته، ملا صدر زمان ملا صدر خیلی درس میر داماد درک کرده بودن، ولی همه ملا صدرها نشدن. اون استعداد ذاتی در ملا صدرها بود که گم شده خودشو پیدا کرد و رفت. اون خود استعداد ذاتیشه دیگه، یعنی اون چیزی که ملا صدر است بیش از آن است که در حوزه درس میر داماد قرار گرفت، نه بیش از حوزه درس میر داماد، قطعا به مراتب بالاتر از میر داماده، از خود استادش بالاتره. خب اون چیزی که از استاد گرفته مقدار معینی بوده، ولی اون استعداد ذاتی درونیش بوده که هی رفته و شعله ور شده، این استعداد شعله ور شده، شده ملا صدر. همینطور علامه طباطبایی، علامه طباطبایی استادش از خودش بالاتر نیست و به قول شما در این حوزه ها بوده، ممانعت هم بوده، ولی اون استعداد درونی کار خودشو کرده. اون سوز دلم، سوز دل عارفانه است که در محضر قاضی تربیت شده، و هم سوز عارفانه رو داشت، هم تعقل فلسفی رو داشت. اما خاطرات ما همون خاطرات علمی بود و فلسفی بود و زمایم دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت در دنیا به نظرم بهترین استاد بود. ریاضیات خوندیم پیشش، در نجف تحصیل میکردیم. علامه طباطبایی داستان ریاضیش این بود که استادش آسیاسین بادکوبهی گفت بود باید شما برید دنبال ریاضیات، ریاضه عالی. استاد گفت بود وقت ندارم. استاد کی بود؟ آستابر قاسم خونساری بود که آیت الله خونساری هم پیش اینا فامیلن، پسرش هم اینجاست، الان از آزادش هم تهرانه. اون مرد بزرگی بوده، در ریاضیات مخترع بوده، دانشمندان بغداد مسائل ریاضی رو از اون می‌پرسیدن، سوالات ریاضیات از اون می‌کردن. ایشان گفت من وقت ندارم، من وقت کشته مرده مثلا یک دو بعد از ظهر، راه هم دور بوده، نجف هم خوب می‌دونید ساعت دو ساعت بعد از ظهر باید سرداب، بچه تبریز هم باشی، نجف هم باشی، گرما باشی، ناچاره. چون استاد گفت باید ریاضی تو عالی بخونید، دو سال مرتب میفته. این نقل میکنم که فرموده بود که ما عرق از فرقم میریخ به تو کفشم با این وز ریاضیات خشک وقت مرده. ببین عشق به علم اینه که هرس، یکی از علامت مؤمن هرس در علمه، علم ارزش داره پیش اسلام و هیچ مکتبی به اندازه اسلام و علم اهمیت نداره که ارزش به اسلام افضل اعمال العلم، علم ارزش داره. حالا ایشون اینطور که خودشون میگفتند مقداری از سال رو شبها رو تا صبح کار میکردن. میگفتند یک دفعه یک اشکالی از یه آقایی پرسیدم، اون آقا که میخواست به من جواب اشکال درسیمو بدهد یه خندهی کرد و همچین حال تمسخرآمیزی پیدا کرد، خیلی به من برخورد این موضوع. من منصرف شدم و تصمیم گرفتم که تمام عمر از کسی اشکال سوال نکنم. رفتم خونه و سه شبانه روز نشستم تا این اشکال رو برای خودم برطرف کردم و از اون تاریخ دیگر از کسی اشکال نپرسیدم. ایشون آدم تلاشگری بوده. میگفتند که من در طول مدتی که نجف بودیم دور دوست و آشنا و فامیل و غیره قلم کشیدم، تنها هدفم تحصیلم بود و سلام. تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نبود و امتیاز بین مردم بر خودش قائل نبودن. من یک پیرهنه من یادم نمیاد، نظرم نمیاد یه پیراهن نو به بدن به تن ایشون بیاد.
شما او رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستقرب بود. خداوند امیدواریم با اجداد طاهرینش محشور بفرمان و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماد ان شاء الله. در کیش مهر پرستش به مستی در کیش مهر برون از این حلقه برونم زین حلقه هوشیار ها هوشیار